سرخط خبرها. استانداری هیچ استانی حق نداره در استان خودش تردد بین شهرها رو براش مانع ایجاد بکنه. نگرانی کارشناسان از لغو محدودیت‌های کنترل شیوع کرونا در ایران. سازمان نظام پزشکی میگوید امکان نظارت کافی بر اصول بهداشتی وجود ندارد. آمریکا صدرنشین کشورهای آسیب دیده از کرونا، شمار قربانیان از 20,000 نفر گذشت. اولین حرکت طالبان در ازای رهایی 300 عضوش از زندان‌های افغانستان، این گروه 20 زندانی دولتی را آزاد می‌کند. و حفاظت از حیوانات رو به انقراض در برابر ویروس کرونا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران همزمان با از سرگیری فعالیت اکثر کسب و کارها، دولت جزئیات بیشتری از طرح موسوم به فاصله گذاری هوشمند ارائه کرده. از جمله تردد بین شهرهای هر استان آزاد شده. اما بسیاری از کارشناسان در مورد امکان کنترل مؤثر اصول بهداشتی در این شرایط ابراز تردید کردند. سازمان نظام پزشکی گفته ارائه یک دستورالعمل برای همه شهرهای کشور بدون توجه به آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا و نداشتن لوازم نظارتی دقیق امکان گسترش بیماری را افزایش می‌دهد. طبق آمار دولت از دیروز نزدیک به 1700 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 117 نفر هم جانشان را از دست دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آنچه دولت ایران می‌خواهد به دنیا نشان بدهد این است: ما به رغم از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی توانستیم کرونا را مهار کنیم. کلید واژه این ایده که دولت ایران ابداع کرده فاصله گذاری اجتماعی هوشمند است. فرق فاصله گذاری اجتماعی هوشمند با فاصله گذاری اجتماعی که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند می تواند فاصله مرگ و زندگی باشد. اجرای فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همانقدر برای این مردم در صف یک بانک در اهواز دشوار است که برای گردانندگان سیستم حمل و نقل عمومی تهران. در پله بعدی تجمع ایجاد میشه و این فواصل و این فواصل 1.5 متر اصلا قابل رعایت کردن نیست، به خاطر اینکه اصلا شبکه حمل و نقل مترو برای انبوه بعدی طراحی شده. اگر بخوام فاصله 1.5 متر انجام بدن، این دالان ها، این راهروها، اینا اصلا جوابگو نیست، ولی ما سعی میکنیم همش انجام بدیم. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با این پیام به جلسه امروز هیئت دولت آمد که از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌یابد و بیشتر هم می‌شود. از امروز تردد بین شهرستان‌ها در استان‌ها طور کامل آزاده. بین استان‌ها هم که فعلاً ممنوع هست و می‌گیم بین این استان و اون استان تردد نباشه، این هم از روز اول اردیبهشت این ترددها آزاد میشه انشاءالله. رفت آمدهای مردم کاهش های 60-70% نشان می دهد و دولت هم راضی شده در ماه رمضان از اجتماعات مردم جلوگیری شود. ولی همین مقدار فعالیت هایی که از سر گرفته شده باعث نگرانی کارشناسان بهداشت است. یا ویروس خودش تغییر بکنه مثل... که در لابلای همصدایی مسئولان نظام بهداشت و درمان با دولت نیز شنیده می شود. بازگشایی های زود هنگام که باعث شیوع بیماری بشه خود برای خود اقتصاد هم مضرتره در میامد. از صحبت های مسئولان بهداشت ایران چنین برمی آید که می خواهند بگویند اگر مردم رعایت نکنند دولت هم موفق نمی شود. ببینید، از ما توصیه به مردم میتونیم بکنیم، ولی اگه تعداد زیادی 8 صبح سر کار باشن یا 4 کارشون تموم میشه یا غروب هست و ظرفیت حمل و نقل ما هم دچار محدودیت است، حتما دچار مشکل خواهیم شد. توجیه استراتژی دولت شاید برای مردمی که میخواهند به سر کار بروند آسان باشد، اما چون مبنای آن همکاری داوطلبانه مردم است می تواند باعث سردرگمی مردم هم بشود. اما استناد حسن روحانی و دولت مردانش به آمار رسمی دولت است که به گفته او نشان می دهد ایران بهتر از اروپا
ویروس کرونا را مدیریت کرده. نمیدونید این ماهواره ها چه خاکی به سر میکنن، چه عصبانیتی. میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره. خب بله بهتره، وضع ما امروز در مقابله با کرونا از شما بهتر ما داریم مقابله میکنیم. آمار تلفات ایران تاکنون 4500 نفر را نشان میدهد. اگر این آمار درست باشد و تلفات 1-2% ملاک باشد، تعداد مبتلاها باید قاعدتاً خیلی بیشتر از رقم 70,000 نفری باشد که دولت رسماً اعلام کرده. قاعدتاً حسن روحانی خود در میان صحبت‌های امروزش از یک نمونه کوچک آماری دولت در یکی از نقاط کشور خبر داد. آمار نمونه‌ای که در همین جلسه اعلام شد، این آمار نمونه مربوط به زنجان بود، دیدیم که در اون آمار نمونه افرادی که اون جمع مورد بررسی قرار گرفته بودند 18% مبتلا بودند. بعد تو مرحله بعد رفتن دیدن 21% اینایی که در تماس بودن مبتلا هستند. کارشناسان بهداشت هشدار میدهند که اگر دولت‌های جهان سختگیری‌های خود را در خصوص قرنطینه ادامه ندهند، ویروس کرونا هم میماند، مگر اینکه دولت ایران بتواند خلافش را به دنیا ثابت کند. سیاوش اردلان، BBC. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ماست. آقای توفیقی، اقدامی که دولت داره انجام میده برخلاف توصیه های سازمان بهداشت جهانی، توصیه های سازمان نظام پزشکی، کارشناسان داخل ایرانه. به نظر میرسه که الان سلامت عمومی در اولویت نیست برای دولت. بله، به خاطر اینکه معمولا در جمهوری اسلامی یک اصل مشهوری برای حکمرانی وجود داره و اون میگه که حفظ نظام از اوجب واجباته و مصلحت نظام معمولاً بر مصالح ملی و که در اینجا سلامت مردم و حفظ جان اونها هستش ارجحیت و اولویت داره. وگرنه همونطور که شما گفتید، نه تنها کارشناسان مستقل یا حالا نظام پزشکی و غیره، خود کارشناسان وزارت بهداشت هم در خود صحبت‌های آقای رئیس جمهور هستش که همچنان نگران هستند. یا امروز آقای جهانپور در آمار روزانه‌ای که اعلام کردند گفتند که بیماری در مرحله مهار نیست، و وقتی که بیماری در مرحله مهار نیست، خروج از اون طرح فاصله گذاری اجتماعی با هر بهانه‌ای، حالا یه اسم هوشمندم بهش اضافه کرده باشی، نمیتونه نتیجه جز از کنترل خارج شدن بیماری و افزایش مرگ و میر داشته باشه. به مصلحت نظام اشاره کردید آقای توفیقی، اما اگر که خدای نکرده کار به جایی برسه که گروه خیلی زیادی از افراد مبتلا بشن، گروه زیادی جانشون از دست بدن، آیا بحران بزرگتری برای همین نظام نخواهد بود؟ ببینید، این صحبتی که شما میکنید از یک منطق در از یک استدلال منطقی است. در جمهوری اسلامی اون چیزی که اولویت داره حفظ نظامه، و اگر برای حفظ نظام واجب باشه که تعداد زیادی از هموطنان و شهروندان جان خودشون رو از دست بدن، به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی خیلی هم نسبت به اون حساسیت بالایی داشته باشه. شما مثلا در جریان تظاهرات آبان خونین سال گذشته دیدیم که تعداد زیادی از هموطنان کشته شدن، اما نه تنها مسئولیت اون رو نپذیرفتن، بلکه عملاً جمهوری اسلامی به مسیر خودش که همون مسیر در واقع یک حکمرانی ناکارآمد هستش ادامه داد. موقعی میشه بحث جان شهروندان رو مطرح کرد که در اون نظام جان شهروندان از هر چیزی حفظش بالاتر باشه، که متاسفانه میشه گفت که در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه اهداف ایدئولوژیک و مسائل خاصی که در طول 41 سال گذشته اونها پیگیری کردن هدف هستش، بنابراین میتونن از کنار مرگ مثلا تعداد زیادی از هموطنان هم بگذرن. خیلی ممنونم ازتون آلان توفیقی از پاریس با ما.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 1,800,000 نفر رسیده. حدود 110,000 نفر هم جانشان را از دست دادن. شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ایتالیا هم بیشتر شده و از 20,000 نفر گذشته. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار همبستگی بین‌المللی برای مقابله با بحران کرونا شده. او به دلیل شیوع این ویروس مراسم عید پاک را به شکلی محدود در کلیسایی با درهای بسته به جا آورد. مرداد فرهمن گزارش می‌دهد. آمریکایی ها سعی می کنند روحیشان را بالا نگه دارند. خرگوش عید پاک نماد بهار و بازگشت زندگی است. جت‌های نیروی هوایی در هوا جولان می دهند تا روحیه میهنی را یادآوری کنند. سیاستمداران اما در فکر اقتصادی اند که فلج شده. 16 میلیون نفر کار خود را از دست داده اند. کنگره در فکر کمک دومی است به میزان 250 میلیارد دلار برای کسب و کارهای کوچک. رئیس جمهور که تصمیم گرفته بود تا 18 روز دیگر قرنطینه را پایان دهد، پس از تعطیلات عید پاک قرار است با دولت مردان و دانشمندان به شور بنشیند که آیا باید این زمان را تمدید کند یا نه. بیل گیتس مالک مایکروسافت روی واکسنی برای کرونا سرمایه گذاری کرده. امروز در برنامه صبحانه بی بی سی گفته که کی ممکن است این واکسن آماده شود. فکر کنم 18 ماه طول بکشه. اگه همه چی عالی پیش بره شاید یکم زودتر. یه مرحله آزمایشی هم باید بگذره، ولی دولت‌ها ممکنه تصمیم بگیرن که بدون طی این مرحله واکسن رو در اختیار عموم بذارن. اما 18 ماه زمان کوتاهی نیست، حتی برای اقتصاد بزرگ آمریکا که امروز از هالیوودش هم فریاد بلند شد که ما هم داریم ورشکسته می‌شویم. مرتضی فرهمند، بی بی سی. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پس از خروج از بیمارستان از کارکنان نظام بهداشت و درمان تشکر کرده، هرچند که نحوه مدیریت دولت او در مقابله با کرونا انتقادهای زیادی را در پی داشته. آقای جانسون که به کرونا مبتلا شده بود 3 روز را در بخش مراقبت‌های ویژه گذراند و از پنجشنبه به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد. شمار موارد ثبت شده ابتلا به کرونا در بریتانیا به 80,000 نفر نزدیک شده و حدود 10,000 نفر هم جانشان را از دست دادند. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما هستند. خانم میزر، شما چطور دیدید عملکرد دولت رو در مقابله با کرونا؟ ببینید، دولت میدونست که امکان اپیدمی هست. در 2016 حتی یک آزمایشی راجع به این قضیه انجام داده بودند. میدونستند وضع NHS بده. پیشگیری نکردند برای تقویت بهداشت عمومی، سازمان بهداشت عمومی. ولی بدتر از اون در بین میانه ماه فوریه تا میانه ماه مارس تأخیر گسترده‌ای در پیاده کردن سیاست‌های جدی برای جدایی اجتماعی، بستن مراکز اداری غیره در دستور کارشون بود. یک، جان مردم کم اهمیت تر بود از موقعیت اقتصادی، یعنی اقتصاد رو برتر دونستند بر جان مردم و حتی توجیهاتی در این رابطه مطرح کردند. دوم، دولت آقای جانسون هم مثل جمهوری اسلامی ایدئولوژی داره. ایدئولوژی ایشان دخالت حداقل دولت در مسائل حتی وقتی با یک فاجعه اجتماعی روبرو میشیم. در نتیجه کم کار کردن در این رابطه. ولی نارضایتی هایی که الان از مردم میشنویم در برابر عکس العمل مخصوصا کارکنان بخش بهداشت به اینیه که وسایل کافی نیست، ماسک وجود نداره، لباس امنیتی برای پرستارا، پزشکا وجود نداره. در یکی از کشورهایی که شاید یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه و شاید از بخشهایی از جهان سوم بهتر نباشه. بدتر نیست ولی بهتر نباشه.
اما از طرفی دولت میگه که اقداماتی که انجام بده همه بر اساس توصیه‌های پزشکی بوده. اولش گفته بودن که حالت مصونیت گله‌ای مناسب تره و اون رو پیشنهاد کرده بودن. بعد از اینکه مشاورای دولت تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر دولت دخالت نکنه 250,000 نفر کشته میشن، بعد دولت اومد و این قوانین محدود کننده رو گذاشت. از طرفی گفتن که به هر حال دارن پول خیلی زیادی رو خرج میکنن برای اینکه حقوقی کسانی رو که الان در خونه نشستن بیکار شدن بدن، به این ترتیب که اقتصاد ضربه نبینه. درسته که برخی نظرهای پزشکی با هم متفاوته و در همه جا چنینه، ولی انتخاب مسئولیت گله‌ای با آقای جانسون بود و با مشاورین نزدیکش مثل دومینیک کامینگز و اینها به نظر سیاسی اینها متناسب تر بود این دید و به این دلیل رفتن پاش. ولی طبیعی بود همون موقع واضح بود که این دید اقلیتی است در میان پزشکان و دیدی است که پس از جدایی اجتماعی میتونه نتیجه ای بده. در رابطه با حقوق ها بسیاری از کسانی که در بریتانیا کار میکنن کار رسمی ندارند و در نتیجه اون مزایا و حقوقی که داره مطرح میشه تنها برای کسایی است که کارکنان بخش های جدیتر به اصطلاح کارکنان رسمی هستند، نه بیش از 60% کارکنان. آقای جانسون پارسال انتخابات رو برد و اکثریت رو به دست آورد. الان حتی حزب مخالف هم داره میگه که به هر حال این انتقادها رو ما باید بذاریم برای اینکه بعد از اینکه این بیماری خطرش از بین بره. شما چطور میبینید آینده رو برای حزب محافظه‌کار و آقای جانسون بعد از اینکه این سوال‌ها به طور رسمی در پارلمان و از طرف سیاستمداران مطرح بشه؟ من فکر میکنم جدا از اون چه که احزاب مخالف مطرح بکنند، مردم عادی دارند در بیان رسانه‌های اجتماعی، در بیان احساساتشون به کارکنان بهداشت، کارکنان اضطراری نشون میدن و در نتیجه اعتراض ها گسترده خواهد بود. آیا دولت و پارلمان در همه احزاب سیاسی موجود بتونن جوابگوی این اعتراض ها باشند و یا برن پای سرکوب اونها قابل بحثه؟ متاسفانه نمیشه در حال حاضر پیشبینی دقیقی کرد. خیلی ممنونم ازتون. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. در پی لغو بخشی از محدودیت‌های تردد و تجمع و سرگیری فعالیت کسب و کارها در ایران، کارشناسان بهداشت و درمان درباره خطر اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا هشدار دادند. شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ایتالیا گذشت و به بیش از 20,000 نفر رسید. در ادامه برنامه، نگرانی از سرنوشت پناهجویان در اردوگاه کاله زیر سایه کرونا. گروه طالبان گفته که 20 نفر از زندانیان دولت افغانستان را امروز آزاد کرده. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر، صبح امروز در توییترش نوشت که این زندانیان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان به اداره صلیب سرخ سپرده خواهند شد. دولت هم تا به حال 300 نفر از اعضای زندانی طالبان را آزاد کرده. خبرنگار ما روین رهنوش از کابل با ماست. روین، چی میدونیم از کسایی که قراره که از طرف طالبان آزاد بشن؟ خب، این نخستین اقدام طالبان برای رهایی زندانیان دولت بعد از امضای توافقنامه با آمریکا هست. هرچند گروه طالبان هفته گذشته از شیوه رهایی زندانیانش اظهار نارضایتی کرد و همینطور تیم 3 نفره فنیش را از کابل فرا خواند، اما حالا به نظر می‌رسد که این یک واکنش متقابل رضایتمندانه است. همونطور که سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، هم به بی بی سی گفت که این زندانی ها، این افراد به نشانه حسن نیت رها شدند. آقای شاهین گفت که همه کسانی که آزاد شدند نیروهای امنیتی هستند. والی قندهار هم به بی بی سی گفت که افراد از ولسوالی شورابک حرکت کردند به سمت شهر قندهار مرکز ولایت. همینطور کمیته صلیب سرخ هم که صبح هر گونه تحویل دهی و تحویل گیری این افراد را
رد کرده بود، گفت که حالا این افراد را تحویل گرفته که به دولت تسلیم بکنه. به اساس توافقنامه آمریکا و طالبان 5000 زندانی از طرف طالبان که در پیش دولت هست و همینطور 1000 زندانی دولت که در نزد طالبان هست باید آزاد شوند، که محمد اشرف غنی تا به حال فرمان رهایی 1500 زندانی را صادر کرده و تا به حال 3 دسته 100 نفری آزاد شدند. چقدر این باعث کاهش دشمنی ها شده بین دو طرف؟ خب از زمانی که چند هفته پیش از امضای توافقنامه و همینطور بعد از امضای توافقنامه و این طرف تغییر قابل ملاحظه در زمینه حملات انتحاری و حملات بزرگ آمده، که در این مدت تا به حال هیچ حمله انتحاری در شهرها از جمله کابل صورت نگرفته، همینطور حملات بالای نیروهای خارجی از جمله آمریکایی ها هم تا به حال انجام نشده و دست کم طالبان مسئولیتش را بر دوش نگرفتن. اما در میدانهای جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان وضعیت متفاوت هست، هر از گاهی حملات بالای یکدیگر انجام میدهند و همینطور عملیات ها کماکان ادامه داره. وقتی به صفحات با اطلاع رسانی هر دو طرف هم مراجعه میکنی دیده میشه که هنوز هم از اطلاعاتشان بیشتر از حملات و عملیات هایی است که بالای یکدیگر انجام میدن. ممنونم از زجروین رهنوش از کابل. صلیب سرخ بریتانیا میگوید هزاران پناهجو و پناهنده در این کشور در فقر به سر میبرند. در کاله فرانسه هم معمولا گروه‌هایی از پناهجویان در تلاشند با عبور از دریا خود را به بریتانیا برسانند. حالا شیوع کرونا تبدیل به تهدیدی جدید در مسیر پرخطر این پناهجویان شده. فرگال کینگ گزارش می‌دهد. صحنه‌هایی که به نظر شبیه دوران قبل از کرونا است، اما ما 3 هفته بعد از اعمال قرنطینه توسط دولت فرانسه از این مهاجران فیلم برداری کردیم. برای مهاجران در کاله هیچ فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد. غذای گرم هم نیست. یک ساندویچ از طرف دولت. تنها وعده غذایی روز برای صدها نفر. این اردوگاه در حاشیه منطقه ای صنعتی در فاصله 2 کیلومتری کاله به نظر دنیای دیگر است. این مرد میگوید همه اینجا مریضند. زندگی سخت است. نه چادری هست، نه غذا، نه آب آشامیدنی، نه لباس و کفش. مشکلات در این اردوگاه زیاد است. داوطلبان فرانسوی هر روز اینجا به کمک می آیند. یه خورده احساس داشته باشید. با یه سگ اینطور رفتار نمی کنید. این رفتار رو با انسانهایی می کنید که از جنگ فرار کردن. خیلی شرم‌آوره. نمیتونم شب بخوابم. از این رفتار خستم. اینا انسانن. اینا زحمت کشیدن. مجرم نیستن. خودشون قربانی تجاوز و خشونتن. شکنجه شدن. همه اینجا میخواهند به بریتانیا بروند. حتی با وجود قرنطینه هم آنجا چشم انداز بهتری دارد. میخوام با تجربه مهاجرا در کاله و لندن آشنا بشم. برای کسانی که همیشه در حاشیه بودن، اومدن کرونا فاجعه باره. رسیدگی به پرونده های پناهجویی قبل از کرونا هم با تأخیر روبرو بود. حالا وضع بدتر هم شده. یک مهاجر ثبت نشده از آفریقا میگوید با کمک دوستان و انجام کارهای سیاه زنده مانده. برای محافظت از او هویتش را مخفی نگه داشته ایم. زندگی سخته. پول اجاره رو نداریم. نمیتونیم جایی بریم. جایی نیست که بهمون سرپناه بدن. هیچ پولی برای خریدن غذا نداریم. دیگه غذا توزیع نمیشه. تو کاله الان مهاجرای زیادی هستن که میخوان بیان اینجا. بهشون چی میگی؟ بهشون میگم فکر نکنید که زندگی اینجا راحت میشه. امید زیادی نداشته باشین. فقط به خاطر اینکه تو اردوگاه نیستین دلیل نمیشه که باهاتون مثل انسان رفتار بشه. شرایط همونه، فقط مکانش عوض میشه. حتی اگر روند پناهجوییشان هم شروع شود، برای خرید مایحتاجشان
تنها 7 دلار در روز به آنها می‌دهند. هنوز چند بانک غذا کار می‌کنند. این مرکز صلیب سرخ بریتانیا در شمال لندن 2 روز در هفته برای کمک باز است. This center is a lifeline for those who are surviving. این مرکز با همه محدودیتش برای این مهاجرا بسیار حیاتیه. کارمندان این خیریه تمام تلاششون رو میکنن تا در این شرایط بد به اونها احساس وحدت و محبت بدن. ترس از بیماری و بحران اقتصادی تمام جهان را فرا گرفته. سختی ها برای انسان هایی که در حاشیه ماندند بیشتر می شود. فرگل کین، بی بی سی نیوز. مسئولان باغ وحش در بعضی از کشورها تلاش می کنند که گوریل ها و حیوانات دیگر را از ابتلا به ویروس کرونا محافظت کنند. هنوز مشخص نیست که گونه های در معرض انقراض به خاطر شیوع این ویروس در خطر باشند، اما همچنان این نگرانی هست که شیوع کرونا برای اونها مشکلاتی ایجاد کنه. گزارش رجد احمد رو ببینید. این گوریل و نوزادش که در باغ وحشی در آلمان زندگی می کنند جزو گونه های در معرض انقراض هستند. باغ وحش ها در تلاشند از طریق برنامه های تولید مثل به افزایش جمعیتشان کمک کنند. اگر مشخص شود که کرونا می تواند گوریل ها را که نزدیکترین گونه به انسان هستند بیمار کند، نتیجه می تواند فاجعه بار باشد. بنابراین در باغ وحش ها اقدامات احتیاطی انجام می شود. این باغ وحش کارمندانش را به یک هسته مرکزی کاهش داده و هر کسی که از گوریل ها مراقبت نمی کند باید کارهای دیگری انجام دهد. این تنها شامل گوریل ها نمی شود. به تمام باغ وحش ها در مورد گونه های در معرض انقراض هشدار داده شده و آنها با استراب این گونه ها را زیر نظر دارند. برای حیوانایی که مشکل تنفسی دارند به دنبال علائمی مثل سرفه، عطسه و آبریزش بینی هستیم. همینطور سستی و بدحالی. نگرانی ها زمانی بیشتر شد که نتیجه آزمایش کرونا برای این ببر در نیویورک مثبت بود. او مشکلات تنفسی داشت. این امید هست که این مورد فراگیر نباشد، اما مسئولان نمیخواهند ریسک کنند. در آفریقا گوریل ها را قرنطینه کردند و برای محافظت از این حیوانات گردشگری برای دیدن گوریل ها متوقف شده. در آلمان این گوریل باردار است. سابقه ابتلا به بیماری های انسانی در گوریل ها وجود دارد. حالا برای محافظت از این نوع در برابر ویروس کرونا تمرکز کردند. رجد آمد، بی بی سی نیوز. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.